خدا وحید فرزام هستم. هفتمین قسمت از دوره جامع آموزش مایکروسافت ویزیو 2016 شروع میکنیم. تو این قسمت میخوایم موضوع خیلی مهم شیپ دیتا ها بپردازیم، یا اطلاعات در واقع شیپ ها، و ببینیم که ویزیو در این موضوع چی داره به ما بگه. عرض کنم خدمتتون که احتمالاً تا اینجای داستان ویزیو متوجه شدید که ویزیو فقط برای این نیست که شما دیاگرام باش رسم کنید، فقط ویژوال نیست، فقط چیزی نیست که شما میبینید. ویزیو میتونه به اطلاعات وصل باشه و ویزیو میتونه اون اطلاعات رو بفهمه و نسبت بهشون واکنش نشون بده. این موضوع رو امروز در واقع از این دریچه میخوام نگاه کنیم که شیپ های ویزیو میتونن دیتا داشته باشن و شما بعضی از اینها رو من جسته گریخته بهتون توی قسمت های قبل نشون دادم. بریم یه دیاگرام جدید ایجاد کنیم، در واقع از نوع فلو چارت و یه دونه بیسیک فلو چارت انتخاب میکنیم و صفحه کرییت رو میاریم که در واقع اکسنسیل ها رو برمون باز کنی، ولی چیز نیاره، فلوچارت نیاره. وقتی که من شروع میکنم یه فلوچارتی رو، مثلا عرض کنم خدمتتون که بعد میرم به یه پروسسی، بعد میرم به یه معیار دیسیژنی، از اینجا میرم مثلا به دوتا پروسس، از اینجا در واقع میرم به یه پروسس دیگه، از این میرم به یه پایان و از اینم میتونم مثلا بسشم دوباره به همین پایان با این روش. خب ببینید، پنجره شیپ دیتا توی ویزیو پنجره خیلی مهمیست که به شما کمک میکنه بتونید ببینید دیتا ها چیه، داستانش. خب من شیپ دیتا رو کلیک میکنم، برام میاد این پنجره، حالا میتونه در واقع شناور باشه یا سفر رو بگیر، من اینجور حالت ثابتشو گذاشتم. وقتی که من شیپ رو انتخاب میکنم میتونم ببینم که این شیپ براش یه سری فیلدهای اطلاعاتی تعریف شده که این فیلدها عرض کنم خدمتتون که قابل مقدارگیری هن و ویزیو میتونه مقادیر رو بگیره و نسبت بهشون واکنش نشون بده. خب یعنی مثلا فرض کنید من اینجا میتونم در واقع بگم مثلا اونر این پروسس یونیت A هست، مثلا اونر این پروسس یونیت B هست. البته الان شما تاثیر بصری ممکنه نبینید، یعنی بگید خب اینجا دارید چه کاری انجام میدید که این اونرش باشه، چه فرق میکنه. یا مثلا میتونم استارت دیت براش تعریف کنم، میتونم برای این بیام و بگم مثلا استارت دیتش هست تاریخ چه بنام فلان. این یکی نمیدونم، دوباره میتونم براش داتیز فیلد اطلاعاتی مشخص کنم و عرض بزرگتون که خب میذارم خلاصه داستان. پس یه پنجره شیپ دیتا هست که من هر المانی رو اینجا انتخاب کنم میتونم ببینم که اون المان یه سری فیلد ها داره. آیا این فیلد هایی که من آوردم برای همه شیپ ها ثابته؟ نه. بریم یه سلسله دیگه باز کنیم ببینیم که داستان چجوریه. من میام توی مثلا فرض کنید توی دسته جنرال بیسیک شیپ رو میارم اینجا، سلسل رو بریم این سیرکل اینجا اضافه کنیم. این وقتی سیرکل رو انتخاب میکنم شما فیلد اینجا میبینید؟ نه. ببینید، خب بریم در واقع توی استنسیل های دیگه یه نگاه سریعی داشته باشیم، مثلا توی دسته عرض حضورتون که سکجوال. خب میرم توی تایملاین چیپ ها ببینم که این الان ربطی به این چارت نداره، ولی میخوام فقط ببینید شما مثلا وقتی که من اینو میارم آیا فیلد های اطلاعاتیش با اون یکیه؟ این چند تا فیلد داره؟ فقط یه دونه فیلد، نگاه کنید، اینم تازه لیست بازشوی قابل انتخابه. خب پس همه شیپ های ما فیلد ندارن و فیلد ها اساسا مثل هم نیستن. اینو میخواستم بدونید. من یه سلسل رو میبندن این مقدار عرض بزرگ ما که کارمون شلوغ میکنه. خب توی تب ریویو یه گزینه شیپ ریپورت هست که من اجازه میده ریپورت بگیرم از وضعیت فیلد های اطلاعاتی در واقع شیپ ها. من ریپورت فلو چارت رو انتخاب میکنم و ران میزنم. البته ریپورت های جدید میتونید تعریف کنید، میتونید بگید چه فیلد های داخلش باشه، اینو خودتون مسیر نیو رو تیک کنید. حالا میخوام یه بار نشون بدم، مثلا خروجی از نوع HTML بگیرم، خب بعد اوکی کنم، نتیجه رو ببینید.
در قالب یک HTML میاد و من گزارش از وضعیت فیلد های اطلاعاتی شیپ هام به من نشون میده، میگه این شیپ ها رو ببینا فیلد هاش، این همون اطلاعاتی که ما وارد کردیم، حتما یادتون میاد. پس این یه موضوع خیلی کلی که مفهوم این که شیپ دیتا عرض به حضورتون که چیه. من میخوام چند تا مثال براتون بدونم تا یه ذره این مسئله در واقع یه حس واقعی تری به شما بده. اینا مثاله، میخوام آشنا بشید. من کاری که انجام دادم میبندم چون اهمیتی نداشت. میام توی عرض به حضورتون که کاتگوری های در واقع از بزرگ تو کاریم، این گزینه یه کراس فانکشنال فلوچارت رو انتخاب کنم. خب احتمالی مدل فلوچارت ها این خیلی جالبه، اینا اگه نمیدونید حتما باشون آشنا بشید که این در واقع فلوچارت، ولی فلوچارت هایی که روند ها رو در واحدهای کاری سازمان مشخص میکنه. فرض کنید فلوچارت است توی شرکت شما، اینجا شروع میشه به اینجا تموم میشه. اینا واحدهای کاری است در واقع اون فرایند به اونها عرض به حضورتون که تعلق داره. خب میتونم اینو بذارم اینجا. ببینید من یه کاری انجام بدم، اینا چیز دارن، نگاه کنید این فیلدها رو دارن. خب مثلا من میگم اینجا فانکشن یک رو یا در واقع واحد فعالیت یک رو مثلا میذارم واحد مثلا فروش. خب فانکشن دو رو میذارم واحد انبار، مثلا اینو میذارم در واقع واحد پشتیبانی. میدونید معنیش چی دیگه؟ این دارم میگم که این فرایند داره در واقع این ناحیه انبار، واحد انبار من اینجا ناحیه پشتیبانی من، اینجا ناحیه فروش منه. من حالا المان هایی که از این ناحیه فروش انتخاب میکنم، فیلد فانکشنشون به طور خودکار ست شد روی فروش. ببینید یه چیز کلماتی که کمی شما تعجب کنید، یعنی بگید آها پس اینا خیلی هم به درد نخور نیستن. یعنی مثلا من اینو الان انتخاب کنم مال واحد انبار منه، چون فانکشنی که من اینجا تعریف کردم انباره. اگه در واقع زوم ببرم بالا تا بهتر بتونید ببینید. خب حالا یه کاری میکنم، نگاه کنید حالا این پروسس تو کدوم چیز فانکشنالیتی فروش شد دیگه. اینو از اینجا درگ میکنم میارم اینجا، فانکشنالیتی شد چی؟ فانکشن شد انبار. ببینید پس شیپ دیتا ها یه همچین اثری هم میتونن داشته باشن، درسته؟ و این ویژگیست که خب جالبه، من دوست داشتم شما ببینید. و همینطور البته جدای از این موضوع، لطفاً به این نوع نمودار، به این نوع فلوچارت بی‌نهایت توجه کنید. خیلی مهمه اگه بخواید یه روندی رو توی شرکتتون نشون بدید و اون روند در واقع متأثر از واحدهای مختلف بخواید نشون بدید که اون پردازش تو چه واحدی داره انجام میشه. این اولین مثال ما بود. بریم سراغ یه مثال دیگه که توی قسمت قبل راجعش صحبت کردیم. الان فقط داریم نگاه میکنیم از منظر فلوچارت رو بتونیم یه بار دیگه ببینیم.